بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام دارم خدمت دانش آموزان سال 11 هم و دبیران و محترم هندسه در سراسر کشور کبریایی هستم با ادامه تدریس هندسه 11 هم رسیدیم به فصل دوم تبدیلات هندسی و درس اول من توضیح رو خدمت بچه ها بدم برای استفاده درست از این فصل به این بچه ها ما تو این فصل برخلاف همه فصل های گذشته توی هندسه ده و فصل اول هندسه 11 هم که خدمتتون بودیم تاکیدمون بر این هست که با نحوه تدریس بنده توی فیلم جلو بیاید و یه مقدار از کتاب جدا میشیم دلیلش هم این هستش که کتاب بیشتر توی این بخش پرداخته به اثباتهای شهودی و اینا ارزش کنکوری و ارزش آزمونی برای شما نداره بنابراین ما وقت رو تلف نمی کنیم بیشتر رو مفاهیم سوار میشیم مفاهیم رو کامل برای شما جا میندازیم و اون چیزی که برای شما از نظر شهودی لازمه رو خدمتون عرض میکنیم خیلی به درد بخور نیست در حد چهار تا اثبات در حد تساوی مثلث ها هم نشتی به کار شما قطعا نمیاد شما میدونید ما تو فصل های گذشته کاملا پایبند بودیم به کتاب و خط به خط کتاب درسی رو بررسی کردیم به دلیل اینکه همش مهم بود حتی انواع اثبات هایی که بیان میشد توی مسائلهای مختلف توی فصل های گذشته هم ارزش کنکوری و تستی داشت تو این فصل اینجوری نیست بنابراین قسمت اعظمی از فصل رو سعی بکنید که با فیلم جلو بیاید و در کی که توی فیلم بهتون دست میده برای شما کفایت میکنه و البته تمرین های کتاب رو به کامل برای شما ما حل خواهیم کرد از اینجا جهت نگران نباشین تمرین ها به صورت کامل اثبات خواهد شد ولی خود متن درس کتاب خیلی به کار ما نخواهد اومد و اون چیزی که به در شما خواهد خورد در آینده رو به خدمت شما عرض میکنم در این قسمت سعی میکنیم با مفهوم تبدیل و نگاشت آشنا بشیم و اون رو رفت بدیم به مفهوم مهمی مثل مفهوم تابه و با انواع تبدیل ها آشنا بشیم و دو تا تبدیل مهم به نام انتقال و باستاب رو خدمتتون معرفی رو کنیم و ویژگی هاش رو بگیم امیدوارم که قابل استفادهتون باشه خب بریم ببینیم تبدیلات هندسی اصلا چی هستن بچه عنوان این فصل تبدیلات هندسیه قبل از اینکه وارد بحث بشیم خود تبدیل رو ببینیم که اصلا چی هستش شما یه بحثی رو قبلا توی ریاضی داشتید الان هم دارید توی حسابان 11 هم. تحت عنوان تابع درسته تابع یه مفهوم ریاضیه یه عمل ریاضیه یه فانکشن در واقع که شما یک ورودی بهش و یک خروجی میگرفتید درسته توی بحث تابع توی ریاضی ورودی و خروجی شما به تابع چی بود تابع یه دستگاهی بود مثل F که شما بهش X وارد میکردید و از این دستگاه چی میگرفتید Y میگرفتید در واقع یک عدد به تابع میدادید مثل عدد دو اون چیزی که خروجی میگرفتید یک عدد دیگه بود مثل عدد پنج مثلا درسته این یک عملگر بود یک فانکشن بود یک تابع بود این عدد رو میگرفت یه عدد جدیدی به شما تحویل میداد این ورودی بود این خروجی بود درسته این ورودی تابع بود به این میگفتید خروجی تابع خب شاید بگید که چه ربطی اصلا به بحث هندسه و فصل تبدیلات داره ببینید دا بچه‌ها ما یه مفهومی توی هندسه داریم به نام نگاشت 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 همون تابه است یعنی همون فضای عملگری رو انجام میده فقط یه فرقی داره با تابه اونم اینه که ورودی شما توی تابه یه عدد بود و خروجیتون هم یک عدد بود دو میدادید پنج میگرفتید توی نگاشت که حالا مثلا با هر چی دوست دارید نشونش بدید مثلا فرض کنید من با اف بزرگ نشونش میدم توی نگاشت ورودی شما به این دستگاه یک نقطه است نه یک عدد یعنی یک مختصاته مثل آلفا و بتا ورودی شما این دفعه اینه خروجی شما هم یه نقطه جدیده مثل مثلا فرض کنید تتا و گاما یعنی یک مختصات در واقع شما میدید یک مختصات جدید میگیرید همین چیشون؟ پس فرق تابع و نگاشت اینه که توی هندسه ما چون تو فضای دو بعدی کار میکنیم یعنی توی صفحه کار میکنیم تو فضای ایکس کار میکنیم نقاط رو به هم دیگه تبدیل میکنیم یعنی یه نقطه میدیم یه نقطه جدید میگیریم مثلا این نقطه آ رو توی صفحه به نگاشتمون میدیم این رو چیکارش میکنه جابجاش میکنه میاره میارتش اینجا میشه این نقطه جدیدی مثل نقطه ب خب مختصات این باید عوض بشه دیگه مثلا اگه مختصاتش باشه یک و دو این مختصاتش هست مثلا پنج و منفی یک مثلا درسته؟ یه مختصات جدیدی بهش میده پس نگاشت همون مفهوم تابست است دقیقا همون مفهوم هیچ فرقی نمیکنه. فقط ورودی و خروجیش دیگه چیه؟ نختص مختصاته یه مختصات میگیره یه مختصات جدید به شما میده به این مختصات جدید بچه ها توی نگاش میگن تصویر نقطه به این مختصات جدید میگن تصویر نقطه یعنی شما نقطه رو بهش میدین تصویرش میکنه روی نقطه جدیدی در واقع الان نقطه ب تصویر نقطه آه روی صفحه است این تصویر آه. تصویر شده توی جای جدیدی انگار فرض کنید این شما اینجا یه آینه گذاشتین تصویر آ افتاده این تو منظور تصویر اینه یعنی همون نقطه جدید به زبون خودمونی اون نقطه جدید نقطه خروجی به ما میگن تصویر این نقطه پس به این مفهوم قشنگ دقت بکنید یه نقطه میدی یه نقطه جدید میگیری تابه یه عدد میدی یه عدد جدید میگیری توی نگاشت یه مختصات میدی یه مختصات جدید میگیری خب این از مفهوم نگاشت حالا بریم سراغ بحث تبدیل شما اگه یادتون باشه توی توابع یه مفهومی داشتید به نام تابع یک به یک تعریف میکردید تابع یک به یک تابع یک به یک چی بود توی حسابان توی ریاضی تابع یک به یک تابعی بود که اگر شما یه خط افقی رسمی کردین اونو توی یک نقطه قطع می کرد درسته؟ در واقع به ازای ایکس های متفاوت ایگرگا ها متفاوت نبودن مثلا این تابع الان یک به یکی که من کشیدم ولی این تابع دیگه یک به یک نیست چرا؟ چون مثلا فرض کن به ازای یک و به ازای سه هر دو یه ایگرگ یکسان به من میدن مثلا میدن دو یعنی هم نقطه یک و دو روش سق میکنه هم سه و دو یعنی تو این تابه اگه بهش یک بدی به این تابه بهت چی میده؟ دو میده بهش سه هم بدی چی میده؟ بازم دو میده یعنی خروجی های یکسان به ازای ورودی های متفاوت داره پس این تابه یک به یک نیست این تابه یک به یکه که هر عددی بهش میدی یه عدد دیگه ای بهت میده هیچ وقت خروجی تکراری بهت نمیده همش محصولات جدید تولید میکنه این کارخونه تابه یک به یک اینو یادآوری کردم از ریاضی خب حالا نگاشت چیه؟, چیه؟ تبدیل چیه؟ تبدیل همون نگاشت یک به یکه نگاشت یک به یک رو اسمش رو گذاشتن تبدیل پس تبدیل همون تابع یک به یک خودمونه اسمش رو گذاشتن تبدیل یا ترانسفورمیشن میخوای انگلیسی صحبت بکنیم ترانسفورمیشن دیدید دیگه از این کارتون ها. ها تبدیل شوندگان و این چیز ها. کارتون که شما بلدید پس تبدیل همون نگاشت یک به یکه یعنی چی یک به یکه یعنی به ازای ورودی های متفاوت خروجی های متفاوت داره هیچ وقت خروجی یکسان نمیشه یعنی مثلا چی یعنی اگر شما نقطه آ رو به نگاشت یک به یکتون بدید نقطه ب رو به شما میده اگر یه نقطه دیگه مثل سی رو بهش بدید دیگه نقطه بی رو بهتون نمیده آ رو بدی بی رو میده سی رو بدی دیگه بی رو نمیده یعنی خروجی یکسان نیست یه جا دیگه میره مثلا میشه دی خروجیت متفاوت میشه پس نگاشت یک به یک یعنی به ازای هر ورودی ما یک خروجی متفاوت داشته باشیم به ازای هر ورودی یک خروجی متفاوت و متمایز داشته باشیم یعنی تناظر یک به یک باشه هر کی با یکی در واقع تناظر داشته باشه پس تبدیل که عنوان این فصل شما هست یک نگاشت یک به یکه یعنی هر چیزی رو هر نقطه ای رو به یک نقطه از صفحه چیکار میکنه تصویر میکنه هر نقطه ای رو به یک نقطه از صفحه تصویر میکنه نقاط متفاوت تصویرهای متفاوت دارند این هم براتون بنویسم نقاط متفاوت تصویرهای متفاوت دارند نقاط متفاوت تصویرهای متفاوت هیچ وقت به ازای نقاط متفاوت تصویرها یکسان نمیشه این دو تا نقطه یه جا نمیرن هر نقطه یه جای مختص خودش رو میره هر نقطه میره رو تصویر خودش قرار میگیره تصویرها یکی نمیشن هیچ وقت به این میگن چی تبدیل یا ترانسفورمیشن این عنوان فصله اما میخوایم در مورد نگاشت های یک به یک یا همون تبدیل ها صحبت بکنیم اگه یادتون باشه تو بحث توابه ما یک سری تابع معروف داشتیم مثلا شما گفتید تابع قدر مطلق تابع جزء صحیح خدمت شما از که تابع خطی تابع درجه دو یا سهمی چرا اومدید رو بررسی کردید چرا همه تابه های دنیا رو نمیشونید بررسی کنید چون این تابه ها پرکاربردترن درسته این های تابوهای چرا معروف شدن چون کاربردشون توی ریاضیات یا فیزیک زیاد بوده مثلا شما رفتید دقیق شناختید که مثلا ضابطه تابع جزء صحیح چیه چه کارهایی انجام میده دامنش چیه بردش چیه نمیدونم یک بیک هستن یا نیست همه اینا رو بحث کردید تبدیل ها هم بچه ها که یه نو تابع هستن در توی فضای دو بعدی اینا هم یه سری معروف دارن یک سری عمل معروف دارن که اینا دیگه اینقدر استفاده شدن باید در بیشتر بدونیم تبدیل ها در این فصل انواع تبدیل ها که میخوایم در موردشون صحبت بکنیم انواع تبدیل های پروکاربورد دیگه اونایی که میخوایم در موردش ریز بحث کنیم انقدر استفاده شدن معروف شدن چی ها هستن خب اولیش یه تبدیلی به نام انتقال Translation. یا تبدیل دیگری داریم به نام بازتاب که حالا بهش میگیم باستا محوری من توضیح میدم یعنی چی یه تبدیل دیگه داریم به نام دوران و یک تبدیل دیگه داریم به نام تجانس اینا چهار تا عمل بسیار معروف و متداول هستن بین تبدیل ها که باید اینا رو ریز بشناسیمشون البته توی نظام جدید زابطه این تابه ها رو شما دیگه نمیخونید تو نظام قدیم بچه ها ضابطه ریاضیش هم میخوندن مثل FX مثلا مساوی با قدر مطلق X هست به این گفتید ضابطه تابه شما دیگه درسته یه همچین چیزی برای همه اینا هم هست ولی دیگه تو نظام جدید کتابش بهش نکرده و فقط به صورت شهودی و تصویری میخواد شما اینا رو متوجه بشید که این تابه ها چیکار میکنن مثلا یعنی شکل تابع قدر مطلق رو میخواد شما فقط بدونید ضابطش رو نمیخواد بدونید برای این کارتون بسیار تو این فصل چیه نسبت به نظام قدیم راحت تره فقط باید شهودی رو درک بکنید که این توابع چه اعمالی رو انجام میدن روی نقاط و چه جوری اونا رو تصویر میکنن به نقاط جدیدشون و چه ویژگی هایی دارن که میخوام اینو با هم دیگه یاد بگیریم اولین تبدیلی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم از بین اون تبدیل معروف و متداول تبدیلی به نام انتقال یا ترنسلیشن بچا انتقال از اسمش مشخصه میخواد نقاط رو منتقل بکنه به یک جای جدیدی یعنی مثلا نقطه آ رو میخواد منتقلش بکنه به یه مقصد جدیدی اینجا مبدا حرکت شماست میخواد برید به مقصد نقطه ابتدایی میخواد به نقطه انتهایی مثلا میخواد چیکار بکنه میخواد شما رو سه واحد افقی جابجا جا کنه دو واحد عمودی جابجا جا کنه و شما رو برسونه به مقصد جدیدتون یعنی نقطه ب این یعنی شما رو سه واحد افقی منتقل کرده و دو واحد عمودی درسته؟ چون ما داریم روی صفحه مختصات دو بودی کار میکنیم انتقال هامون یا افقی یا عمودی دیگه یعنی یا رو جهت محور ایکس ها حرکت میکنیم یا ایگریک ها درسته؟ حالا یه مقدار در جهت محور ایکس ها یه مقدار در جهت محور همش هم لزوما سمت مثبت نیست میتونه بره این و بیاد پایین هر کاری که میخواد بکنه بکنه هر جایی از این صفحه میتونه شما رو ببره این اتفاق که میفته در واقع شما از نقطه آ به نقطه بی منتقل شدید اگر نقطه ابتدا رو به انتها وصل بکنید بچه ها به این برداری که اینجا به وجود میاد بردار این بود دیگه که دو تا نقطه رو به هم دیگه وصل میکنه به این میگن بردار انتقال بردار انتقال پس چه برداریه؟ برداریه که شما رو از نقطه مبدا به نقطه مقصد میبره حالا این برداری که من اینجا کشیدم مختصاتش چیه؟ سه و دو سه واحد افقی دو واحد عمودی بردار آبه این بردار انتقال شما مختصاتش سه و دو پس ما توی بحث انتقال توی تبدیل انتقال چیزی که برای اون مهم و محوری هستش بردار انتقال بچه ها هر انتقالی با یه بردار مشخص میشه با یه برداری مثل K و اچ به مختصات و اچ کاو واحد افقی و اچ واحد عمودی اگه به شما گفتن که آقا ما یه انتقال داریم مثلا اسمش بذاریم تی اسم تابشو اسم نگاشتشو که چیکار میکنه بردار انتقالش مثلا منفی یک و سه خب این یعنی چی همه میفهمن که این عملگر یا این تابه یا این نگاشت هر نقطه ای که واردش بشه چه اتفاقی براش میفته یه واحد در جهت افقی به سمت چپ میره و سه واحد در جهت عمودی به سمت بالا میره یعنی مثلا اگر مختصات نقطه ای مثل دو و پنج وارد این دستگاه بشه چه اتفاقی براش میفته شما همتون میتونید بگید یک واحد از ایکس کم میشه میاد پایین پس ایکسش میشه یک سه واحد به ایگرگاش اضافه میشه یعنی میره بالا پس میشه 8 پس این عملگر کاملا برای ما مشخص میشه پس با مشخص بودن بردار انتقال هر نقطه و تصویرش برای ما مشخص میشه میبینید که تصویرها هم چی هم, هم متفاوتن یعنی دوتا نقطه یکسان هیچ وقت تحت این انتقال به نقطه یک و هشت منتقل نمیشن شما اگه اینجا تغییر بدید قطعا خروجیتون هم تغییر میکنه واسه همین گفتم تبدیل یک نگاشت یک به یکه هیچ وقت خروجیاتون یکسان نمیشه هر ورودیتون رو یه ذره هم تغییر برید. این دو رو بکنی سه دیگه این نقطه تکرار نمیشه یه نقطه جدیدی ایجاد میشه بنابراین انتقال یک تبدیله یعنی یک به یکه. یک خروجیاش یکسان نیستن به ورودی متفاوت و اون چیزی که برای ما مهمه اینه که این انتقال چند واحد افقی چند واحد عمودی خب این نظر کارایی که انتقال چه کار میکنه برای ما حالا ما ها رو میخوایم منتقل کنیم توی صفحه آیا فقط نقاط رو میخوایم منتقل کنیم خب نه ما علاقمند به این هستیم که بتونیم پاره خط ها خط ها و اشکال رو انتقال بدیم مثلا یه مربع رو منتقل کنیم ببریم اونور یه مثلث و یه شش سلی رو یه متوازی الاضلاع رو یا نه اصلا یه خط تو علاقمندیم که این کارها رو انجام بدیم من از شما سوال میپرسم شما برای اینکه یک فرض کنید پاره رو منتقل بکنید مثل پاره آبه من می‌خوام پاره آبه رو جابجا کنم برم جای دیگه یه دست صفحه برای اینکه این کار رو انجام بدم به نظرتون باید چیکار بکنم خب این پاره خط بی شما نقطه داره آیا من باید همش رو تک تک منتقل بکنم نیاز این کار رو بکنم یا نه خب جوابش اینه که شما برای منتقل کردن یک پاره خط نیازی همه نقاطش رو منتقل بکنید فقط نیاز ابتدا و انتهای اون پاره رو منتقل بکنید مثلا فرض کنید اگه من قرار باشه سه واحد برم جلو یه واحد بیام پایین خب نقطه آ رو سه واحد میارم جلو یه واحد میارم پایین این میشه نقطه آ پریم یعنی نقطه تصویر نقطه جدیدم با نقطه ب هم همین کار رو میکنم سه واحد میارم جلو یه واحد میارم پایین میرسم به نقطه جدیدم یعنی نقطه ب پریم یعنی چیکار کردم آ رو تصویر کردم رو آ پریم برم تصویر کردم رو ب پریم خب نقاط جدیدم به دست اومدن نقاط جدید من ابتدا و انتهای پاره خط جدید من هستن اینو به هم دیگه وصل بکنم پاره خط آ پریم پریم تصویر پاره خط خواهد بود پس دیدید که برای منتقل کردن یک پاره خط فقط کافی ابتدا و انتهای اون پاره رو شما منتقل کنید تحت حالا هر انتقالی که دارید مثلا انتقال من اینجا سه و منفی یک بود 3 واحد افقی یه واحد منفی عمودی ابتدا و انتها رو پیدا کردم به همدیگه وصل کردم این شد منتقل یافته یا انتقال یافته یک پاره همینجا با هم یه چیزایی رو مرور کنیم یاد بگیریم کم کم بچه ها الان پاره خط آبه و آپریم بپریم رو نگاه کنید پاره خط آبه ورودی تابع شماست آپریم بپریم خروجی یا تصویر در واقع تابه شماست بیایم ویژگی های خروجی رو با هم یه مرور بکنیم الان قبول دارید که از نظر طولی طول خروجی یا تصویر پاره خط آبه با خودش مساویه قبول دارید هم بله قطعا قبول دارید چرا چون اینجا یه ای مثلث قائم الزاویه است که ای توش فیثاغورس بنویسید طول این به دست میاد مثلا اینجا سه و 1 اندازه این یک از این سه. پس این رادیکال این هم رادیکال 10 میبینی پس این 4 زلعی ای از لا موازی و مساوی داره پس متوازی الاضلاع چون متوازی الاضلاع از لا مقابلش مساوی ان ببین این راحتی اثبات میشه آقا نیاز ما همین اثباته که شما میگی الان بنویسین نه به چه درد میخوره به هیچ دردی نمیخوره فقط شما درک کنید نظر شهودی که این چارزلی زلی متوازی از داره چون دو زل موازی هم مساوی داره موازی بودنش خب به خاطر شیبشونه شیبشون همه مساویه چون مقدار افقی عمودیمون یکسانه طولشون هم که گفتیم با هم مساویه ما میدونیم چهارزلی که دو زل مساوی و موازی داره بهش میگن متوازی الاضلاع متوازی الاضلاع از مقابلش مساوین یعنی من فهمیدم طول پاره خط آبه با طول پاره خط آپریم بپریم مساویه یعنی طول پاره و تصویرش با هم مساویه در واقع انتقال طول رو به هم نمیزنه انتقال طول یه چیزی رو عوض نمیکنه فقط جابجاش میکنه مثل اینکه الان شما تو خونتون میزتون رو جابجا کنید بذارید اون و طول میزتون عوض میشه خورده میشه اون میزه گاز میزنی مثلا میز جابجا جا میکنی نه دیگه شما میز از این و میذاری اونور پس جابجایی توی طول اشکال هیچ تغییری ایجاد نمیکنه به این عمل یعنی به این تبدیل هایی که طول رو تغییر نمیدن کاری اصلا با طول ندارن فقط جابجا میکنن یا منتقل میکنن کار متفاوت میکنن ولی طول رو عوض نمیکنن اصطلاحی دارن بهش میگن ایزومتری یا ترجمه فارسیش طول نگهدار ایزومتری یا طول نگهدار چیست تبدیلی است یکی از انواع تبدیل است که طول را حفظ می کند طول پاره ها را حفظ می فارسیش خیلی گویاست دیگه این تعریف پس یکی از انواع تبدیل برای ما تبدیل های ایزومتری هستند که طول رو تغییر نمیدن مثل انتقال که با هم دیدیم فقط جابجا جا میکنه دیگه حالا سه واحد این و یه واحد پایین بزرگ و کوچیکش اصلا نمیکنه نکته بعدی این چیه بچه ها چی میتونیم این شکل بفهمیم الان پاره خط آب که منتقل شده پاره خط آپریم بپریم شیبه های مساوی هم دارن یعنی با هم موازی هم هستن چرا چون ما ثابت کردیم این چارزلی متوازی الاضلاع دیگه متوازی الاضلاع از دو مقابلش موازی هن. یعنی آبه با آپریم بپریم موازیه به تبدیل هایی که پاره بعد از تبدیل یافتنش همچنان موازی و پاره خط اولیه است میگن شیب نگهدار یعنی واسه ما مفهوم دیگه هم یاد گرفتیم به نام شیب نگهدار شیب رو حفظ میکنه یعنی شما مثلا فرض کنید که میزتون رو توی اتاق جابجا جا بکنین زاویه میز زاویه پایه‌ای میزتون با زمین عوض نمیشه که جا جابجا شده دیگه پایه رو نشکوندی که فقط جابجاش کردی این پاره خطم که جابجا شد اومده اینجا شیبش همچنان حفظ شده ها کنی همچنان شیبش حفظ شده چون موازی هم. چون متوازی الاضلاع ثابت هم کردیم پس انتقال شیب رو هم چیکار میکنه برای شما نگه میداره و حالا ویژگی های دیگه ای که بعدا بهش اشاره میکنیم پس برای منتقلی کردن یا تبدیل بالاخره یه پاره خط شما فقط ابتدا و انتهاش رو منتقل بکنید حالا اگر پاره خط نبود خط بود چی بچه‌ها اینه مثلا فرض کنید خط دی رو من میخوام منتقل کنم خط که دیگه ابتدا و انتها نداره من میخوام ابتدا و رو منتقل بکنم برای خط هم بچه همین کار رو بکنید خودتون بیاید به دلخواه دو تا نقطه از این خط رو انتخاب بکنید مثلا نقطه آ و ب هر که دوست دارید از این بیشمار خط دو تا انتخاب بکنید نقاط آ و ب رو منتقل بکنید مثلا فرض کنید من دو واحد افقی حرکت بکنم بردار انتقالم اینجوری دو واحد افقی یک واحد هم مثلا عمودی این دو واحد مثلا اینم یه واحد میرسم به نقطه بپری اینم مثلا فرض کنید دو واحد اینم یه واحد میرسم به نقطه آپریم نقطه آپریم و بپریم چیکار میکنم وصل میکنم و ادامه میدم این میشه خط جدید شما یا تصویر خط دی که اسمش رو خط دپریم ببین چیکار کردم پس برای انتقال دادن یه خط دو تا نقطه دلخواهشو رو منتقل کردم بعد اون نقاط انتقال یافته یعنی آپریمو به پریمو به هم وصل کردم ادامه دادم این شد انگار من خط دی رو جابجا کردم پس برای جابجایی یک خط دو تا نقطه دلخواهش رو جابجا کنید بعد به هم وصل کنید ادامه بدید اینو قشنگ شما درک میکنید چرا چون شما بلدید توی ریاضی که برای نوشتن معادله یک خط ما به چی نیاز داشتیم به دو تا نقطه از نقاط اون خط نیاز داشتیم پس من برای اینکه خط جدیدمو رو داشته باشم کافی دو تا نقطه از اون خط جدیدمو رو داشته باشم تا معادلش کاملا مشخص بشه پس اگر من دو تا نقطه رو فقط منتقل کنم و دو تا نقطه از خط جدیدم فقط داشته باشم کافیه چون با دو نقطه معادله یک خط به صورت یک تا بر من مشخص میشه دیگه نیازی به نقاط هم ندارم توی خط هم باز میبینید که شیب حفظ شده درسته باز دوباره نگاه بکنی شیب دوباره حفظ شده فرق نمیکنه مثلا همون پاره خط این دوباره انتقال شیب رو نگه داشته اینجا مفهوم طول نگهدار یا نداریم چون طول نداره خطه. خط که خط طولش بی نهایته. و در نهایت برای انتقال دادن اشکال هم بچه همین کار رو میکنیم مثلا شما اگه بخواید یک مثلث رو که سه تا رأس داره مثل مسلس آبسه منتقل بکنید الان دیگه کاملا براتون واضحه که برای انتقال یک مثلث باید رؤوسش رو منتقل بکنید مثلا فرض کن همه رو اگه بخوام اینجوری با این بردار منتقل بکنم این میشه نقطه آپریم این میشه نقطه مثلا بپریم این هم میشه نقطه پریم بعد اینا رو به همدیگه وصل میکنید این میشه مثلث جدیدتون پس برای انتقال یک مثلث یا هر چند زلی دیگه ای صد زلی هستن شما فقط رؤوس اون چند زلی رو شکار کنید منتقل کنید بعد به همدیگه وصلش کنید پس ما کاری جز انتقال نقاط انجام نمیدیم چه تو پاره خط چه تو خط چه تو مثلث چه تو مربع کارمون انتقال چند تا نقطه است بعد وصل کردن اون نقاط به هم دیگه اینجوری هر شکلی منتقل میشه شیبا نما کنین همه حفظ شده این شیبا همه حفظ شده طول ها همه حفظ شده طول آسه با طول آپریم سپریم برابره اصلا این اوتوموسال هم نهشتن به حالت برابری سزل این اوتوموسال هم نهشتن یعنی انتقال هیچی رو عوض نمیکنه فقط جابجا میکنه جا می کنه. نه شیبا رو به هم می زنه و نه طول ها رو به هم می زنه. تبدیل بعدی که میخوام در مورد صحبت بکنیم بچه تبدیل باستابه ما کلا توی هندسه دو مدل باستاب داریم یا همون به قول خودمون خودمونیش تقارن شما تو دبستان احتمالا بهش میگفتید تقارن یه تقارن نقطه یا مرکزی ما داریم یه تقارن محوری داریم تقارن نقطه یا مرکزی از نظام جدید حذف شده بچه ها. مال نظام قدیمی اگه جای تستش دیدم نزنید کلا ما باستاب نقطه یا تقارن مرکزی رو کلا نداریم تو نظام جدید تنها چیزی که شما دارید باستاب محوریه پس منظور از باستاب اینجا باستاب محوریه یعنی تقارن نسبت به یک خط بچه بودید یه پروانه درست میکردید کار دستیم پروانه از این ور تا میکرد رو هم بالاش همونه از اسمش مشخصه که تبدیل بازتاب محوری اون چیزی که توش خیلی مهم و محوریه محورشه بازتاب محوری محورش محورشه یعنی نکته اصلیش محور بازتابه بدون محور بازتاب اصلا بازتاب معنی نداره که من میخوام نسبت به یه خط تقارن بدم نسبت به یک محور بازتاب کنم پس هر بازتابی با محورش مشخص میشه مثلا من اینجا یه خط عمودی برای شما کشیدم مثل خط مثلا فرض کنید که معادلش باشه x مساوی با 5 یه نفر میاد یه محور باستا میشه اصلا اینوری مثلا چون خط به معادله y مساوی با منفی دو x به اضافه یک مثلا پس وقتی معادله محور باستاب تغییر میکنه خود تبدیل باستاب هم تغییر میکنه ما نمیخوایم وارد بحث ضابطه بشیم گفتیم تو نظام جدید اصلا وجود نداره ضابطه ولی میخوام بگم که یه ذره بدونید وقتی معادله این محور باستاب تغییر میکنه باستاب شما هم تغییر میکنه مثلا تو انتقال چیز اصلیمون چی بود بردار انتقال بود به ازای هر بردار انتقالی ما یه انتقال جدید داشتیم اینجا به ازای هر محور باستاب جدیدی شما یه باستاب جدید دارید یه عملکر، عملگر عملگر جدید دارید حالا فرض که محور مثلا این باشه حالا مثلا نداریم منظورمون چیه از باستا؟ منظور اینه که مثلا شما یه نقطه اینجا مثل نقطه آ رو تو صفحه داشته باشین نسبت به این محور بخواید تقارنش بدید یا باستا برید بدید این رو میکنید همیشه از اون نقطه به این محور عمود میکردید به اندازه خودش ادامه میدادید میرسید به نقطه مثلا فرض کنید آپریم به اندازه خودش هم ادامه میدادید دیگه درسته اینجوری میگفتید که این خط محور تقارن یا محور بازتاب این پاره خطه. این نقطه تصویر بود نقطه آبر یا نقطه دیگری مثلا نقطه ب رو میخواستید نسبت به این بازتاب بدید باز دوباره عمود میکردید به اندازه خودش ادامه میدادید میرسید به نقطه ب پریم باز دوباره طول این دو تا پاره خط با هم چی بود مساوی بود مثلا اینجا اسمش بودیم اچ پریم ب پریم پریم و به اچ با هم چی بودن مساوی بودن پس باستاب نقاط یعنی این یعنی از اون نقاط به خط عمود رسم کنیم به از خودشون ادامه بدیم واضحه که هر نقطه و تصویرش فاصلش تا محور باستاب یکسانه خب پس چیزی که برای ما حائز اهمیته این محور باستابه هر محور باستابی داشته باشین نقاط نسبت بهش به چی میشن تقارن پیدا میکنن و باستاب پیدا میکنن خب بیاید اون مفهومایی که توی انتقال با هم مرور کردیم و اینجا هم مرور بکنیم مثلا اگر بخوام یک پاره خط رو باستاب بدم باید چیکار بکنم خب فرض کنید که مثلا این محور باستاب من باشه خط دی من میخوام پاره خط آبه رو نسبت به این تقارن بدم یا باستاب بدم باز دوباره بچه ها همون مفهوم قبلی دیگه خیلی توضیح نمیدم برای تبدیل کردن یک پاره خط کافیه فقط شما نقاط ابتدا و انتهاش رو منتقل بکنی یعنی فقط شما نقطه ب رو باستاب بده یعنی عمود کن به خوش ادامه بده نقطه آ هم همینطور اونم هم عمود کن به خوش ادامه بده نقاط جدید یعنی آ پریم و ب پریم نقاط تصویر که به دست اومدن به همدیگه وصلشون کن این میشه باستاب یافته پاره خط آبه الان آ پریم ب پریم باستاب یافته پاره خط آب است باز دوباره چه ویژگی‌هایی داره کاملا مشخصه که این تو با همدیگه برابرن یه زوزنقه متساوی و ساقین دیگه کاملا مشخصه چون ما اینا خودشون ادامه دادیم اینا با هم یه مساوی ان با هم هم میشن و با هم دیگه چی میشن مساوی میشن پس طول نگهدار هست یعنی ایزومتری هست از نظر ایزومتری بودن اوکی واسطا محوری از نظر شیب نگهدار بودن چی بچه‌ها الان شیب پاره خط آب حفظ شد خیلی واضحه که نه اینجا شیب پاره خط آبه اگه نگاه بکنی یه مقدار منفیه اصلا شیبش منفیه ولی اینجا شیب پاره خط تصویری یا آپریم بپریم اصلا مثبته در واقع باستاب محوری شیب پاره خط رو حفظ نمیکنه چی کارش میکنه قرینش میکنه اگه شیب این مثلا منفی دوه شیب این دوه گرفتین چیشون؟ پس دقیقا همونه از نظر مقدار شیب چرا؟ چون این زاویه ها با هم مساوی ولی از نظر علامت شیب دیگه فرق میکنه دیگه این منفی دو شده دو بنابراین دیگه شیب نگهدار شیب نگهدار چی بچا نیست در حالت کلی حالا جلوتر خواهیم گفت در یک استثنایی هست و در حالت کلی شیب رو حفظ نمیکنه نه پاره خط شیبش عوض میشه خطم فرض کنین اگر اینو خطم شیبش عوض میشه پس شیب رو حفظ نمیکنه خب واضحه که اگر بخواید خط رو در واقع بااستاپ بدید باز دورتون نقطه‌اش رو بااستاپ می دید. دیگه اینا تکرار نمیکنم یا اگه بخواید یک مثلث رو در واقع باستاب بدین نسبت به یک محوری باز دوباره چی کار رؤوسش رو باستاب میدید این رأس رو باستاب میدین این رأس هم باستاب میدید این رأس هم باستاب میدید بعد اینا رو با چکار میکنی؟ میکنی. این رو به هم چی کار میکنین؟ وصل میکنین این مثلث جدید میشه مثلث باستاب یافی یا تصویر شما که کاملا مشخصه که هم با مثلث اولیتونه یعنی طول ها قشنگ حفظ شده به حالت سزل اینا باز دوباره با هم چی هم؟ هم تا است نسبت به محور دی که وقتی باستاب میدین اشکالتون همنهش باقی میمونن تبدیل بعدی که میخوایم در موردش صحبت بکنیم بچه ها تبدیل دورانه دوران رو قطعا در موردش میدونید و باهاش آشنا هستید اگه توی کامپیوتر هم کار کرده باشین و عمل روتیت که روی عکس ها انجام میدید بهش میگن دوران دیگه مثلا نوشته عکس چقدر بچرخونم 90 درجه 180 درجه 360 درجه یا به مقدار دلخواه شما یه عکس رو میچرخونید به اون عمل روتیت میگن در واقع دوران دادن اون شکل خب توی دو تا تبدیل قبلی دیدیم که یه چیزای محوری وجود داشت مثلا توی انتقال بردار انتقال برای ما مهم بود توی باستاب محور باستاب برای ما مهم بود توی دوران چی برای ما مهمه و قرار چه اتفاق بیفته توی دوران بچه ها دو تا چیز برای ما مهمه اولیش مرکز دوران، نسبت به چه مرکزی میخوایم دوران بدیم و دومیش زاویه دورانه چقدر میخوایم به چرخونیم شکلمون رو این دوتا اگر مشخص باشه همه بساط زندگی ما مشخصه پس من نیاز به یه مرکز دوران دارم خب قاعدتا مرکز دوران یک نقطه است مثلا مثل نقطه او و یک زاویه دوران دارم نیاز دارم مثل آلفا 20 درجه 30 درجه 180 درجه. درجه حالا یه مقداری بحث و درجه هم بیانش میکنیم توی این فصل اگه نقطه معلوم باشه چه اتفاقی میفته فرض کنید شما یه نقطه توی صفحه دارید مثل نقطه آ میخواید نقطه آ رو دوران بدید دوران بدید نسبت به مرکزی به نام او این مرکز دوران به اندازه مثلا فرض کنید آلفا درجه خب چه کار میکنید؟ کاری که میکنید اینه نقطه رو به مرکز دوران وصل میکنید نقطه ای که میخواید دوران پیدا کنید مرکز دوران وصل میکنید به مرکز دوران به شعاع OA شروع میکنید یک کمانی بزنید که اندازه اون کمان آلفا درجه باشه یعنی یک کمانی میزنم به این مرکز و به این شعا که اندازه اون کمان که برابر با زاویه مرکزی چه چقدر باشه آلفا درجه باشه قطعا نقطه انتهای شما نقطه آپرین نقطه تصویر شما خواهد بود این نقطه تصویره نقطه باستاب نقطه دوران یافته شماست پس برای دوران دادن یک نقطه نقطه رو مرکز دوران وصل میکنید به این مرکز و به این شعا یه کمان میزنید اون کمانتون باید اندازش به اندازه زاویه دوران شما باشه اگه به شما گفتن 60 درجه خب باید 60 درجه این کمان رو بزنید اگه گفتن 180 درجه خب باید 180 درجه بزنید اگه گفتن 360 درجه خب باید دور کامل بزنی و اندازه زاویه دورانت شروع میکنی چیکار کردن کمان زدن نقطه انتهایی که بهش میرسی نقطه انتهای کمان تو بهش میگن نقطه تصویر یا دوران یافته خب ممکنه سوالی که الان شما براتون پیش اومده باشه این باشه که آقا شما چرا اینوری حرکت میکنی <تصفح> از کجا فهمیدی باید اینوری بری چرا اینوری نیومدی خب این یه قرارداد بچه بچه‌ها قرارداد توی بحث دوران چی هستش اینکه جهت مثبت پاد ساعت گرده یعنی مثل جهت مسلساته دایره مسلساتی که شما دارین شما تو دایره مسلساتی هم وقتی به شما میگن زاویه سی درجه رو مشخص کنید این زاویه رو مشخص میکنید یعنی از اینجا میرید اینجا درسته؟ پاد ساعت یا حرکت میکنید میگید این سی درجه است انتهای تو میشه اینجا اینجا هم همینه جهت مثبت توی دوران پاد ساعت گرده اگه به شما گفتم 5 درجه دوران بید، باید پاد ساعت حرکت بکنید پس من اینجا فرضم این بوده که آلفا مثبت بوده واسه همین اینوری حرکت کردم اگر آلفا منفی بود بله ساعت گرد حرکت کردم. پس اینو یادتون باشه این قرار داد رو پس شانسی نیست که کدوم ور حرکت بکنید البته کتاب مستقیما اشاره نکرده ولی همه رو درست رسم کرده خودش نگفته داره چیکار میکنه ولی درست انجام داده ولی شما بدونید چیکار کرده دیگه این قرارداد رو بدونید خب توی بحث دوران پس زاویه برای ما مهم بود و مرکز اگه من بخوام یک پاره خط رو دوران بدم چی بچه ها؟ دوباره مثل دو تا حالت قبلی اگه بخوام پاره خط آبه رو نسبت به نقطه او دوران بدم به اندازه مثلا فرض کنید سی درجه یا آلفا درجه هر چی باز دوباره بچه ها کاری نشته باشید که این پاره خطه شما پاره خط رو دو تا نقطه فقط ببینید نقطه ابتدا و انتها نقطه آ رو دوران برید به اندازه لازم به اندازه مثلا فرض کنید آلفا درجه میرسید به آپرین اگه آلفا باشه نقطه برم وصل کنید به مرکز دوران به اندازه دوباره آلفا درجه مثلا میرسید به نقطه بپریم نقاط جدیدتون که به دست اومدن این آپریم و بپریم به همدیگه وصلشون بکنید این میشه پاره خط دوران یافته شما که به اندازه آلفا درجه چی شده بچه ها؟ دوران پیدا کرده پس همون نقطه ابتدا و تون رو دوران بید بعد به هم وصلشون بکنید کاملا واضحه که طول پاره خط آپریم به پریم و آبه با هم دیگه مساویه دلیلش هم دوباره هم نهشتی این مسلساس چون این شوهاشون شوها یکسانه این زل با این زل برابره این زل هم با این زل برابره سه زل و دو مثلث هم نهش میشن گفتم خیلی نمیخوام به پردازم به اثبات ها ولی همینجوری شهودی میگم ببینید چون تو تا مثلث هم نهشت میشن این طول زلهای های سومشون با هم یه برابره دو زل اوزاویه بین هم نهش میشن طول زلهای های سوم با هم مساوی میشه بنابر این دوران یک تبدیل ایزومتریه یعنی طول نگه آیا دوران شیب نگهدار هم هست کاملا واضح خیر خب شیب این پاره خط آبه که اصلا این منفیه شیب پاره خط آپریم بپیم که اصلا این مثبته مشخص هم هست من خودم اصلا از قسم اندازه آلفا درجه شیبو تغییر دادم دیگه پس زاویه دوران چیکاره است زاویه که که رو تغییر بده دیگه شما یه عکسی رو که میچرخونید خب خودتون دارید میچرخونید معلومه که دیگه شیب ها حفظ نخواهد شد پس بنابر این شیب نگهدار نیست در حالت کلی حالا میگیم در یک استثناءاتی هست بعدا ولی در حالت کلی شیب نگهدار نیست دوران برای دوران دادن خط و اشکال هم دوباره همین کارو میکنیم مثل دو تا سری قبلی نقاط رؤوس اون چند زری رو دوران میدیم بعد به هم دیگه وصلشون میکنیم دیگه نکته خاصی دوران نداره نکات ریسترش رو بعدا تو پایان این قسمت خدمتتون عرض میکنیم بریم سراغ تبدیل چهارم و تبدیل آخر از بین اون تبدیل‌های معروف تبدیلی به نام تجانس تبدیل تجانس بچه کدوم تبدیل همون کاری که تو کامپیوتر دیدین گوشه عکس رو میگیرید میکشید بزرگ میشه دوستانی که یک بار وارد فضای کامپیوتر شده باشن حرف منو میفهمن یه عکسی رو شما توی کامپیوتر دارین گوشش رو میگیرید میکشید بعد قشنگ با یه نسبت مشخصی عکس شما بزرگ میشه دیدید که اگر از بغل از گوشه نکشید مثلا از کنار عکستون رو بکشین دفورمه میشه عکستون اصلا ابعادش به هم میریزه درسته ولی وقتی از اون کنجش میگیری میکشی قشنگ متناسب طول و عرض بزرگ میشه و عکست خوشگل قشنگ تو همون ابعاد بزرگ میشه دیگه کج و معوج نمیشه درنش اینجوری کش بیاد کلش بره بالا پایین به اون عمل میگن تجانس اون کاری که شما توی کامپیوتر انجام میدید با عکساتون چی نیاز داره آقای تجانس به عنوان چیزای اصلیش یه مرکز تجانس ما نیاز داریم و یک نسبت تجانس بچه ها. با این دوتا تجانس مشخص میشه شما میخوای از کجا بگیری بکشی و چقدر میخوای بگیری بکشی این رو تو معلوم باشه مثلا میخوای دو برابر کنی طول ابعاد عکس تو میخوای پنج برابر کنی نه میخوای کوچیکش کنی یه دومش کنی یا میخوای اصلا چیکارش کنی عکس تو اینقدر ببری اون اونور اصلا هر کاری میتونی باهاش بکنی پس نقطه مهمه کجا رو میخوای بکشی چقدر میخوای بکشیشم مهمه از نظر هندسی یعنی چی یعنی من یه نقطه دارم مثل نقطه او دوباره بهش میگم مرکز تجانوس. یه نقطه آم دارم که قرار نسبت به این نقطه تجانس پیدا کنه چه جوری یه نقطه رو نسبت به یه مرکز تجانس تجانس میدن نگاه کنید بچه‌ها نقطه رو به مرکز تجانس دوباره وصل می‌کنیم درسته یه پاره اینجا به دست میاد به نام پاره خط او آ پاره چه اتفاقی براش بیفته قرار ابعادش بزرگ یا کوچیک بشه قراره من یا بگیرم بکشمش گندش کنم مثلا یعنی فاصله رو زیاد کنم تا نقطه او یا نه نزدیکش کنم به نقطه او پس قرار این طول تغییر کنه به چه نسبتی قرار تغییر کنه به نسبت کا یعنی همون نسبت تجانس به اندازه کا میخوام بکشمش یا کوچیکش بکنم درست شد مثلا میخوام سه برابرش بکنم یعنی میخوام فاصله رو تا نقطه او یعنی مرکز تجانس بگیرم بکشم سه برابر بشه یعنی میخوام ببرمش اینجا مثلا برسه به اینجا اینجا که میرسه چه اتفاقی افتاده؟ فاصله نقطه شما نقطه جدید شما تا مرکز تجانس سه برابر فاصله قبلی نقطه شما تا مرکز تجانسه یعنی اگه مثلا فرض کنید فاصله او تا آ بوده مثلا فرض کنید دو سانتیمتر الان شده 6 سانتیمتر نسبت 6 به دو چنده بچه ها؟ سه یعنی کا مساوی است با 6 و تقسیم برای دو مساوی است با سه این کار رو بهش میگن نسبت تجانس یعنی او به او آ اینو بهش میگن نسبت تجانس بچا این مهمترین مفهوم توی تجانس همین چیزی که من اینجا نوشتمه همه یه مسئله های تجانس با این حل میشه کاملا هم مفهومی نگاه کنین داره به شما چی میگه این عبارت میگه طول پاره خط جدید شما بخشی آپریمش رو برعکس گذاشتم طول پاره جدید شما کا برابر طول پاره خط قبلی شماست یعنی پاره جدید شما مثلا توی این مثال من سه برابر طول پاره خط قبلی شماست ها سه برابر شده آقا همیشه این کاهی عدد مثبته یا مثلا یه عدد بزرگتریه که سه چهار پنج ایناست نمیتونه یه دوم باشه چرا مشکل نداره یه دوم میتونه باشه شما فرض کنید که این نقطه او باشه مرکز تجانس اینم نقطه آ باشه من اینو میخوام با کای مساوی با یک دوم تجانس بدم یعنی میخوام فاصله رو تا مرکز تجانس نصف بکنم خب این فاصله هر چی هست من نصفش میکنم مثلا میشه اینجا این میشه نقطه آ الان قبول دارید که او آ پریم یک دوم او آ همه قبول دارن نه دیگه تو مساویه نی او آ پریم نصف او آه. هست. پس همیشه کای بزرگ کا یه بزرگتره یک نیست کا کوچکتر از یک هم میتونه باشه آ کا میتونه منفی باشه بله کا میتونه منفی باشه آقا راست میگی آره راست میگم بیکار نیستم دروغ میگم عزیزم چه جوری کا منفی میشه اصلا منفی یعنی چی نگاه کن فرض کن که این نقطه او مرکز تجانس باشه این هم نقطه آ اون نقطه, او نقطه باشه که شما میخواید تجانسش بدید فرض کنم من میخوام با کای منفی اینو تجانسش بدم مثلا کای من هست منفی دو منفی دو یعنی چی؟ باز دوباره من نقطم رو به مرکز تجانس وصل میکنم بچه ها قرار فاصله آتا او بچه ها دو برابر بشن نظر اندازه خب ولی این منفیه چی به من میگه میگه آقا دو برابر کن فاصله رو تا او ولی بزرگش بکن از اون بر یعنی از این ور بزرگش نکن قبلا میگفتیم کاموسای با دو چی کار میکردی میکشیدیمش میرفت اینور ور دیگه حالا که کاموسای با منفی دو چی کار میکنی میکشیمش ولی از این بر میکشیمش یعنی میاد اینجا این میشه نقطه آپریم شما الان نقطه آپریم فاصلش تا او دو برابر فاصله نقطه آ تا او یعنی میتونم اینو بنویسم که او آ پریم دو برابر او آه ولی چون رفته اینور منفی هم شده یعنی این منفی نشون دهنده اینه که نقطه تجانس یافته شما در همون جهت حرکت بکنه یعنی همون طرفی که او آ بودن یا نه بره اونور مرکز تجانس پس این منفی نشون دهنده فقط چیه جهت حرکت شماست که کدوموری حرکت بکنید در همون راستای اوآ حرکت بکنید مثل دفعات قبلی یا نه فاصله رو بیشتر بکنی ولی بیا اینور فاصله رو بیشتر بکنی در واقع بخوام خودمونی بگم اگر نسبت تجانس شما منفی باشه نقطه و تصویرش در طرفین مرکز تجانس قرار میگیرن گیرن یکیشون اونور مرکز تجانس یکیشون اینور ولی اگر مثل اون قبلیه کاتون مثبت باشه نسبت تجانستون مثبت باشه هم نقطه و هم تصویرش هر دو یک سمت مرکز تجانس قرار می میگیرن پس تشخیصش دیگه برای ما خیلی ساده است کا میتونه منفی باشه بله و اگر منفی باشه نقطه تصویر میره اون برای مرکز تجانس دیگه این باقی نمیمونه حالا این کاهای مثبت و منفی و بزرگتر از یک و کوچکتر از یک بچه ها اسمم دارن خوشحال باشید اگر کای شما بزرگتر از یک باشه این نسبت تجانستون بزرگتر از یک باشه مثلا میخوایم فاصله رو سه برابر بکنی به این تجانس میگن انبسات یا انبساطی داره بزرگ میشه دیگه انبسات. اگر کای شما کوچکتر از یک باشه منظورم مقدار کای دیگه اندازه کای کاری با علامتش نداره کوچکتر از یک باشه بهش میگن انقبازی یا انقباز کاملا مشخصه دیگه ده کوچیک میشه شکل دیگه انقباز. اگر کاه شما یه عدد مثبت باشه یعنی تو همون راستای مرکز تجانس حرکت بکنه بهش میگن تجانس مستقیم و اگر کاه شما یه عدد منفی باشه یعنی بره تصویرتون اونور مرکز تجانس بهش میگن تجانس معکوس قشنگ اسمش هم مشخص و با مسماس دیگه معکوسه میفر اونور اینا اسم های انواع تجانس بچه ها بر حسب این که مقدار مرکز تجانس شما چی باشه مثلا بچه الان شما من بگید به عنوان تمرین اگر کای من مساوی با منفی دو سوم باشه این چه نوع تجانسیه از نظر اسم ببینید مقدارش که یک کمتره پس انقبازیه علامتش منفیه پس معکوسه پس یک تجانس انقبازی معکوسه همین چی شد به خاطر اینکه دو سوم از یک کوچیکتره مقدارش انقباضیه چون علامتش منفیه معکوسه پس میشه انقبازی معکوس یا اگر مثلا فرض کنید که کاتون باشه پنج دوم این چیه بچه ها؟ چون مقدار کاتون از یک بیشتره پس انبساطیه چون علامتش مثبته پس مستقیمه پس اسم این تجانس میشه یک تجانس انبساطی مستقیم هم انبساطیه هم مستقیمه پس ترکیب علامت و مقدار به شما اسم تجانس رو مشخص میکنه خب حالا که انواع تجانس رو شناختیم تعریفش هم شناختیم ببینیم که ویژگیش چه شکلیه از نظر طول نگهدار بودن و شیب نگهدار بودن اینا هم با هم بررسی بکنیم من اینجا می نویستم. فرض کنید که من پاره خط آبه رو میخوام نسبت به نقطه او مرکز تجانس تجانس بدم با کای مثلا فرض کنید که سه دوم خب چی کار میکنم؟ نقطه رو به مرکز تجانس وصل میکنم این فاصله رو سه دوم برابر میکنم یعنی یک کنیم برابر میکنم میرسم به نقطه آپریم این فاصله رو یک کنیم برابر میکنم میرسم به نقطه بپریم نقاط به دست اومده رو به هم دیگه وصل میکنم این میشه چی خط جدید من یا پاره خط جدید من تجانس سیافتش خب بچه ها از نظر طول نگهدار بودن آیا طول پاره خط آب با آپریم بپریم برابره خب قطعا نه مثل قضیه تالس دیگه درست دقیقا اینجا تالس و تشابه ایجاد شده نسبت این دوتا یک به یک نیستش که چون این یک به یک نیست نسبت این دوتا هم یک به یک نخواهد شد جزء به کل دیگه این فاصله سه برابر شده پس این دوتا با هم دیگه هم طول نخواهند بود پس طول نگهدار یا به قول خودمون ایزومتری نیست تجانس شیب نگهدار چی بچا بله شیب این دوتا حفظ شده چون اینجا تالس برقراره طبق عکس تالس وقتی پاره خط ها متناسبند این دوتا خط با هم دیگه موازی میشن اون عکس تالس خیلی هم سالست نمیخوام بنویسم همینجوری شهودی میگم چون این پاره خط‌ها یه نسبت مشخصی دارن سه دومه پس این دوتا با هم چی هم؟ موازی هم. پس شیب نگهدار هست در حالت کلی تجانس شیب نگهدار هست خط هم اگه خواستید بچه‌ها تجانس بدید باز دوباره تو نقطه رو تجانس می‌دید مسلس هم خواستید تجانس بدید، روستش رو تجانس می‌دید مثل همون چیزایی که توی تبدیل‌های قبلی خدمتون عرض کردیم